سلام دوستان، امروز میخوام آثار هنرمندان را نشان بدم که از آب و هواها، فصلها و زمانهای مختلف نقاشی کردند. لطفاً به اسم و سال تولد، مرگ هنرمندی که کنار هر نقاشی نوشته شده است نگاه کنید. این نقاشی متعلق به جزیره فارنت است. دریا فوق‌العاده به نظر میرسد. این تصویر یک طوفان همراه با صاعقه و باران سهمگین در آسمان و موجهای غرش کننده است. به نظر می رسد مردم در حال که کشتی در موجهای چرخشی در حال غرق شدن است، در حال پایان آمدن از کشتی به سمت خشکی هستند. در خشکی مردم را می بینیم که در حال کشیدن طناب با تمام زور و توانایی خود هستند تا باقی مانده ها را نجات دهند. تنها تصور آن موقعیت ما را دچار سرگیچه می کند. این نقاشی متعلق به کمیل و پسیروم است. به نظر شما کدام فصل است؟ بهار؟ درست است، زیرا همه جای نقاشی رنگ های گرم مشاهده می شود. من تقریبا می توانم تابش آفتاب و باد خنک باری را احساس کنم. همچنین یک زن را استاده میان یک مزرعه وحشی می بینم. او دارد چه کار را انجام می دهد؟ این نقاشی هم توسط کمیل پسیر کشیده شده است. فکر می کند کدام فصل است؟ آیا شیبه تابستان به نظر می رسد؟ به خاطر درختان سبز قطور؟ درست است، نقاش صحنه های زیبای زیاد را به تصویر کشیده. تصور کنید چگونه می شود اگر در یک دهکده که با همچنین کوههای احاطه شده زندگی می کردید. من تصور می کنم بسیار آرام بخش می بود. این نقاشی متعلق به وان گف می باشد. فکر می کنید کدام فصل است؟ نظر به درختان و جاده که به رنگ نارنجی در آمده است، من فکر می کنم خزان است. همچنین من یک شخص را می بینم که در جاده پوشیده از برگ به تنهایی در حال راه رفتن است. روی هم رفته احساس می کنم فضای هان بسیار مزون و در عین حال گرم و زنده است. این یک نقاشی متعلق به پیتر برگول هست. بیدرنگ می توان گفت زمستان است. می توانیم متوجه شویم که نقاشی او بسیار پیچیده است و در مقایسه با دیگر هنرمندان به طور استادانه نقاشی شده است. چند شکارگر در قسمت جلو نقاشی و چند اسکیتباز در فاصله دور بسیار کوچک به نظر می رسند. اینکه چطور او با جزئیات فراوان درختان بلند را در قسمت جلو نقاشی و کوهستان ناپیدا در قسمت عقب تر کشیده است بسیار فوق‌العاده است. حتی یک چیز را به دقتی نقاشی نکرده است. این نقاشی متعلق به کلود لارین هست که شهر ساحلی در غرب آفتاب نام دارد. می توان با نگاه کردن به نقاشی فورا نام آن را گفت. درست است، غروب آفتاب و مردمی که کنار دریا گرد هم جمع شده اند بسیار زیبا به نظر می رسد. با نگاه کردن به غروب آفتاب شدیدن ولی ملایم احساس می کنیم که می توانیم به درون نقاشی شیرچه بزنیم. این نقاشی متعلق به گیوان بلینه هست. این یک تصویر عیسی مسیح در حال مناجات با خداوند در باغ جتسیمانی قبل از اینکه بر روی صلیب قربانی شود می باشد. در پایان تصویر او پیروانش در حال که به خواب رفتند دیده می شود. همچنین می دانیم یک فرشته را در حال که
بر هاور در آسمان است ببینیم. این قطع به عنوان زیباترین اثر هنری که آسمان در حال طلوع را نشان می‌دهد شناخته است. نوری که از میان ابرهای تیره و آسمان تاریک می‌تابد بسیار تاثیرگذار است. از دیدن این نقاشی ها لذت بردید؟ این بار من این نقاشی را آوردم تا غروب آفتاب زیبا و سهمگین را نشان دهم. می خواهم نگاهی به دریا و آسمان بیندازم، اما شکل آن را تغییر بدهم. سپس بیدرنگ شروع خواهم کرد. بسیار خوب، آیا طراحی امروز بسیار ساده نیست؟ می خواهم با استفاده از مداد شمعی آسمان را رنگ‌آمیزی کنم. با این رنگ‌های متنوع آسمان را رنگ‌آمیزی می‌کنم. سپس با رنگ سفید بالای هان را محو می‌کنم تا یک احساس ملایم به هان بدم. بعد از رنگ‌آمیزی بامداد شمعی‌ها می‌خواهم از مدادهای رنگی استفاده کنم تا مقدار جزئیات به هان اضافه کنم.
همچنین آسمان مابین دریا و صخره ها را هم نشان می دهم. برای صخره ها در دو طرف می خواهم آنها را با رنگ سیاه تیره رنگ آمیزی کنم تا باعث بشه به شکل سایه‌ای به نظر برسد. همچنین می خواهم سایه درخت ها را نقاشی کنم. بعد از کشیدن یک پرنده در آسمان و مقدار جزئیات بر روی درخت ها که از مداد سیاه استفاده می کنم آن را خاتمه خواهم داد. بسیار خوب، نقاشی من خلاص شد. از شما می خواهم که آب و هوا، فصلها و زمانهای مورد علاقه‌تان را به یاد بیاورید و آنها را نقاشی کنید. بار دیگر می بینمتان.